داستان‌های فارسی موش شهری و موش روستایی. یکی بود یکی نبود، یه موش شهری بود که توی شهر زندگی میکرد. یه روز عکسی از دوستش که توی اطراف شهر زندگی میکرد و پیدا کرد. پس تصمیم گرفت به دیدنش بره و اونو غافلگیر کنه. اینجا چه بوی نفرت انگیزی داره. بوی مزرعه کثیف حیوونا میاد. باید هر چه زودتر خونه دوستمو پیدا کنم. سلام دوست عزیزم. حالت چطوره؟ من خوبم. فکر کردم غافلگیرت کنم. عجب غافلگیری. به روستا خوش اومدی دوست عزیزم. خیلی خوشحالم که این همه راهو از شهر برای دیدن من اومدی. دوتا دوست با هم مدت زیادی رو مشغول صحبت بودن. مسافرت طولانی داشتی، باید خسته شده باشی. چرا نمیری دست و صورتتو بشوری؟ تو این فاصله منم یه چیزی برات آماده میکنم. موش روستایی به سمت مزرعه رفت. موش شهری هم دست و صورتشو شست. خیلی خوب، بذار برم و مقداری سبزیجات تازه بکنم. در همین حین موش شهری همه آب رو برای شستشو یکم آب مونده. شهر من خیلی بهتره. موش شهری خیلی عصبانی اومد بیرون. بیا بیرون غذا میخوریم. همه چیزو برات حاضر و آماده کردم. موش روستایی سیب زمینی های شیرین، ریشه چغندر تازه، شلغم و شیر تازه رو آماده کرد. چرا نمیشینی؟ موش روستایی از موش شهری پذیرایی کرد. این چیزیه که شما توی روستا میخورید؟ غذاهای بیمزه، بدون هیچ طعمی. موش روستایی خیلی سعی کرد تا دوستشو تحت تأثیر قرار بده، ولی موفق نشد. بعد از غذا، موش روستایی تصمیم گرفت مزرعه رو نشون موش شهری بده. آه، چقدر هوا تازه است. من حتی میتونم بوی اون گلا رو استشمام کنم. اسم این چیزای سبز چیه؟ اونا مقداری نخود تازه است. بعد اونا از بین کود خیس و تر رد شدن. چه بوی بدی میزن. شهر من خیلی تمیزه. صادقانه بگم دوست عزیزم، من روشی که تو زندگی میکنی، چیزایی که میخوری، حشراتی که اطرافت هستن و تمام این چیزایی کثیف رو دوست ندارم. به شهر من بیا، تمام اینا رو فراموش خواهی کرد. بابت غذا معذرت خواهی میکنم، ولی غذاهای من هیچ مشکلی ندارن. همه چیز اینجا تازه است. دلم میخواد چند روزی همراه من به شهر بیای تا روش زندگیمو بهت نشون بدم. اونجا بهت پنیر میدم، پاستا میدم، آجیل و چیزایی که نخوردی میدم تا بخوری. این به نظر عالی میاد. مطمئنم لذت خواهی برد. موش شهری مشغول بستن چمدونش و ترک اونجا شد. دیگه وقت رفتنه. متشکرم، خیلی بهم خوش گذشت. به امید دیدار در شهر. موشا هم دیگر رو در آغوش گرفتن، برای هم دست تکون دادن و چند روز بعد موش روستایی شروع به بستن چمدونش کرد تا به دیدار موش شهری بره. عجب ساختمونای بلندی، چه ماشینای براقی و عجب غذای خوشمزه‌ای خواهم خورد. عاشق این شهر شدم. چه صدای بلندی داره. بالاخره به خونه موش شهری رسید. خوش اومدی دوست عزیز. به خونه من خوش اومدی. موش شهری موش روستایی رو به داخل خونش برد. همینطور که خدمتکارا مشغول چیدن میز بودن، اونا کمی با هم صحبت کردن. موش شهری غذا رو بو کرد و گفت: آه،
دوست من، غذا آماده است، بریم سر میز. موش روستایی برای خوردن غذا هیجان زده شده بود. از خودت پذیرایی کن، پنیر، شیر، پاستا، توست، کره بادوم زمینی، کیک، میوه‌ام هست. ممنونم، واقعا تحت تاثیر روش زندگیت قرار گرفتم. فکر کنم اینجا پیشت بمونم. تا شروع کردم به خوردن، خدمتکار برگشت. یه چوب داشت و میخواست اونا رو باهاش فراری بده. شما موجودات کثیف کوچولو، برین برین از اینجا دور شین. بیا فرار کن، بریم قایم شیم. موش شهری خیلی خجالت کشید. نگران نباش دوست من، به محض اینکه اون بره میریم غذا میخوریم. تصمیم گرفتن برن بیرون قدم بزنن تا میز تمیز بشه. بیا جایی رو بهت نشون میدم که بتونی هر غذایی میخوای بخوری. وای این چیه؟ معروفترین فروشگاه بزرگ شهر. یه گربه شروع کرد دنبال مونا دویدن. عجله کن، قایم شو. وای وای این چی بود؟ قلبم خیلی داره تند میزنه. یک گربه چاق گنده و تا چند دقیقه دیگه میره، فقط ساکت باش. وقتی گربه رفت اونا وارد فروشگاه بزرگ شدن. موش روستایی یه چیزی دید که شکل عجیبی داشت. اون چیه؟ مواظب باش، اون یه تله موشه. تله موش دیگه چیه؟ خب نمیدونم چطوری بهت توضیح بدم، ولی لحظه ای که بخوای پنیر رو برداری یه چیزی تو رو توی خودش میکشه و هرگز نمیتونی ازش بیرون بیای. فکر کنم دارم سکته میکنم، من تحملش رو ندارم. خب اینقدر اغراق نکن، فقط محتاط باش. خب به اندازه کافی فرار کردم، پریدم، ترسیدم و وحشت کردم. این اون چیزی نبود که من به خاطرش اینجا اومدم. اما تصمیم گرفتم برگردم خونه، اونجا خیلی امنه. به خاطر تمام اینا ازت معذرت میخوام. ترجیح میدم برم و غذای تازه باغچه‌مو بخورم تا اینکه تمام مدت با ترس و لرز مشغول خوردن غذای تجملی باشه. بهتره که ساده زندگی کنم تا اینکه دنبال تجملات زندگی بودم. بنابراین موش کوچولوی روستایی به خونه برگشت و تمام عمرش همونجا زندگی کرد.